شرکت گوگل خدمات اینترنتی مختلفی رو در اختیار کاربرها قرار میده. یکی از این خدمات گوگل ارت نام داره که به کاربر اجازه میده تصاویر ماهواره‌ای هر نقطه از جهان رو به راحتی ببینه. این سرویس گوگل ویژگی جدیدی رو از اول ماه فوریه در اختیار علاقمندان قرار میده. با حامد هستیم تا در مورد گوگل ارت و ویژگی های اون صحبت کنیم. حامد درود بر تو. خب اگه موافق باشی اصلا در ابتدا راجع به خود این سرویس گوگل ارت صحبت کنیم. از کی کارش رو آغاز کرد؟ چه ویژگی هایی داره و واقعا دقتش در چه حدیه؟ گوگل ارت یک نرم افزار بسیار جالبه که از سال 2005 توسط شرکت گوگل ارائه داده شده به علاقمندان. یک کره زمین مجازی رو در نظر بگیر، دقیقاً این همون گوگل ارته. ترکیبی از تمام تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌هایی که از کره زمین گرفته شده، از اقصا نقاط کره زمین گرفته شده، با ترکیب تمام این تصاویر یک کره مجازی به وجود اومده که تو میتونی وارد هر نقطه از این کره بشی، واقعا میتونی زوم بکنی و بری ساختمان‌های مختلف رو ببینی. من حتی تونستم خونه خودمون رو در ایران پیدا بکنم و واقعا چیز بسیار جالبیه. حتی نقاطی از کرج، از تهران، از چالوس، از شهرهای مختلف ایران رو همیشه به راحتی توسط نرم افزار گوگل ارت دید. از زمانی که این نرم افزار در سال 2005 معرفی شد به علاقمندان تا به حال 500 میلیون بار دانلود شده. یعنی می‌بینی که نرم افزاری بسیار بسیار محبوبه. دقتش وابسته به میزان عکس‌هایی که از یک نقطه گرفته شده. برای مثال از نیویورک عکس‌های بسیاری گرفته شده، دقت بیشتری داره، ولی از فلان صحرا عکس‌های زیادی وجود نداره و در نتیجه دقتش پایین‌تر خواهد بود. یعنی تو دقیقاً تونستی منطقه‌ای که خونتون در ایران بوده ببینی. حتی کولرهای بالا پشتمون هم تونستم ببینم. خب اینو باید به من پس نشون بدی، من خودم برم خونه خودمون رو ببینم. اما اشاره کردیم که یه ویژگی جدیدی به این سرویس اضافه شده. این ویژگی دقیقاً چیه؟ این ویژگی گوگل اوشن هستش، یک آپدیت جدیدی که به نرم افزار گوگل نسخه گوگل 5، گوگل ارت 5 اضافه شده. به کاربر اجازه میده علاوه بر مناطق خشک، مناطق آب را، یعنی آبهای مختلف دنیا رو هم ببینه و حتی میتونه یک شیرجه هم درون آبها بزنه و زیر این آبها رو هم ببینه. دست ابزارات مختلفی به این نرم افزار اضافه شدن، دستگاه‌های ژرف شناسی بهش اضافه شده. تو میتونی ببینی که چقدر داری پایین میری، زیر دریا میری، زیر آب میری و بتونی دقیقاً دور و برت رو نگاه بکنی. از طرف دیگه بهت آموزش هم میده. برای مثال اگه یک کشتی ببینی که غرق شده، بهت میگه که این کشتی کی غرق شده، اطلاعات مختلفی رو در اختیارت قرار میده و اطلاعات بسیار زیادی رو در مورد گرمایش زمین هم در اختیار علاقمندان قرار میده. هنوز نرم افزاری به اون صورت کامل نیست، ولی مثل گوگل ارت که پیشرفت زیادی داشت از سال 2005 تا به امروز، این گوگل یا گوگل اوشن هم پیشرفت زیادی خواهد داشت. ما یه خبریه تو این چند روزه همه دارن راجبش صحبت میکنن، ظاهرا به یکی از نرم افزارهای جهت‌یاب گوگل که بیشتر تو تلفن‌های همراه هست یه ویژگی دیگه اضافه شد. یه کار دیگه هم میتونه بکنه. این خب با یکی از دوستان تو همین الان صحبت میکردم، تا حدی یک سر ترسناک هم هستش. به خاطر اینکه در آمریکا تلفن‌های هوشمند، اکثر مردم تلفن‌های هوشمند دیگه حمل می‌کنن، تلفن‌های همراه عادی نیستن. روی بسیار از این تلفن‌ها نرم افزارهای مختلفی نصب میشه. یکی از این نرم افزارهای بسیار محبوب گوگل مپ هستش، نقشه گوگل، که مثل همین کره مجازی که دیدیه ولی خیابون هاست. یعنی یک نقشه مجازی که تو میتونی در خیابون های مختلف بری و اگه برای مثال گم شده باشی بتونی آدرست رو بزنی و خیلی راحت بهت میگه که فلانجا به پیچ راست، فلانجا به پیچ چپ و به مقصد برسونده. نرم افزار جدیدی که آپدیت جدیدی که اضافه شده به این گوگل مپ اجازه میده که کاربرهایی که همه از گوگل مپ استفاده میکنن بتونن همدیگر رو هم پیدا بکنن. برای مثال اگه من گوگل مپ دارم روی تلفن همراه هوشمندم و شما هم گوگل مپ داری و به من اجازه بدی که من بتونم ببینم کجا هستی، خیلی راحت میتونم ببینم که اوکی بهنود مثلا فلان خیابونه، با فشار دادن یک دکمه به من مسیری که به بهنود میرسم رو میتونه معرفی بکنه. این نرم افزار بسیار جالبیه، ولی از طرف دیگه گفته شده که شاید باعث تجاوز به حریم شخصی افراد بشه، چون شاید برای مثال خود شرکت گوگل هر لحظه که اراده کنه بتونه بفهمه که فلان کاربر کجا قرار داره. و از طرف دیگه یک دنیای جدیدی رو در دنیای تبلیغات برای گوگل باز میکنه. گوگل میتونه از اون طریق تشخیص بده که کاربرها کجاها بیشتر میرن، پاتوقشون کجاست و بتونه اونجا مخصوص اون کاربر یک سری تبلیغات رو انجام بده. نرم افزار گوگل اوشن، همون آپدیتی که به گوگل ارت هم اضافه شده و اجازه میده تو وارد آبهای مختلف بشی،
اون هم یک ابزار تبلیغاتی محسوب میشه تا حدی، به خاطر اینکه گوگل میتونه به شرکت هایی که خدمات دریایی ارائه میدن هم بگه خب از این به بعد شما هم میتونید بیاید تبلیغات خودتون رو روی قسمت های مختلف دریا ارائه بدید. خب این مسئله حریم خصوصی در آمریکا خیلی مهمه. این شرایطی که تو توضیح میدی از نظر قانونی یا تا این لحظه مشخص مشکلی داره؟ گوگل داره حداکثر سعی خودش رو میکنه که افراد نتونن به حریم شخصی دیگران تجاوز بکنن. همونطور که گفتم، من به عنوان کاربر میتونم تعیین بکنم که نه، هیچ کسی نتونه موقعیت من رو روی نقشه ببینه. شاید بتونم تعیین بکنم که تمام دوستان من که روی دفترچه تلفن الکترونیکی هستن موقعیت من رو تشخیص بدن، یا اینکه هر کسی بخواد بتونه بفهمه که من کجا هستم. تا حد بسیار زیادی وابسته به خود کاربر. گوگل هیچ اطلاعاتی رو گفته ذخیره نخواهد کرد، غیر از اون لحظه آخری که کاربر اونجا بوده، که این هم میتونه برای مسائل امنیتی استفاده بشه. برای مثلا اگه فردی گم بشه، گوگل میتونه با پلیس همکاری بکنه و بگه که این فرد آخرین بار در این نقطه حضور داشته. بله، خب مزایای اینجوری هم داره، به خصوص در مورد حوادثی که بهش میگه افرادی که گم میشن، میتونه خیلی هم مثبت و مفید باشه. مرسی حامد.